اینجاست. سلام کامربچ. سلام آرمین جان، روزت رسید. بخیر. متشکرم، ممنون. من این سوالی میخواستم بپرسم و به جواب شما گوش بدم. در مورد حجاب میخواستم یک کمی توضیح بدی که چه دلایلی مطرح میکنید برای اینکه خب معتقدیم که حجاب چیز جالبی نیست. چون مثلا یه سری استدلال میکنن، میگن وقتی یه خانمی حجاب نداشته باشه مرد بیشتر تحریک میشه. مثلا جواب به این چیزی که میگن به نظر شما چیه؟ یا یعنی اینکه مثلا میگن بله، اینو شما جواب بده. خب آره بیشتر تحریک میشه. خب بشه که بشه، چه ربطی به خانم داره؟ مگه میشه صدای من اکو داره الان؟ نمیشه. میگم که مگه مردم باید بیان لباس پوشیدنشون رو بر اساس این تنظیم بکنن؟ یعنی قرار بذارن که بر اساس، یعنی من اگه تحریک میشم ایشون باید بیا زندگی خودش رو عوض بکنه به خاطر من؟ بعضیا میگن که خیلی جالبه، بعضیا میگن که یعنی میگی مرد انقدر پسته که بیاد با مو و بدن زن تحریک بشه؟ یه جوری میگن انگار مثلا بده. خب آره که میشه، خیلی من که میشم، حالا چه اشکال داره که بشم؟ مگه چیز بدیه؟ خب بشه که میشن که بشن. یعنی مگه یه کسی باید بیاد زندگی خودش رو محدود بکنه به خاطر اینکه بیاد، برای که به خاطر افکار من مسئولیت؟ ببینید افکار مردم رو کنترل نکنه. اینکه مرد تحریک میشن مشکل خودشونه. یعنی خب زنها هم تحریک میشن، خب بر اساس چیزایی که میبینن، ولی هیچ وقت مردا رو و زنها رو نیاد بر اساس اینکه بر اساس چیزهای مثلا چیزهای جنسی که بالاخره همه اکثر مردم تمایل دارن، اینا رو نباید به خاطر این بیان بگیم این کار بده. بالاخره تفکر خودمون رو که ما نمیتونیم، امیال خودمون رو که نمیتونیم کنترل بکنیم. اینکه ما بعد از اینکه تحریک میشیم آیا چی کار میکنیم، آیا مثلا رفتار زشتی میکنیم یا نه به خاطر اینکه تحریک شدیم، اینه که تو کنترل خودمونه. اینکه تحریک میشیم این تو کنترل ما نیست. خب اگه که تحریک شدیم، خب اگه بتونی خودتو به روش سالمانه، به طوری که کسی به کسی آزار ندی، این امیال جنسی خودتو یه جوری ارضا بکنی که یه جوری که هیچ کسی ازش آزار نبینه، این هم هیچ مشکلی نداره. ولی اگه تو نتونی کنترل کنی که یه جوری توی محیطی توی یه جوری این امیال رو ارضا کنی که به کسی آزار ندی، این تقصیر اون کسی که تو رو تحریک کرده نیست، این تقصیر توه که تو یاد نگرفتی، تقصیر تو و تقصیر جامعه که به تو یاد نداده چجوری این امیال رو ارضا کنی به طوری که به کسی آزار ندی. خب مسئولیتش با کسی که لباس میپوشه نیست. بله آخه میدونید مثلا خب بخش جامعه متأهل، خب میان اینو میگن که خب اگه یک خانم متأهلی بیاد توی خیابون با لباس بازتر، حالا اون چیزی که تو اسلام نیستش، اون شکلی لباس بپوشه، میتونه باعث خب تحریک یه مرد غریبه بشه. ایشون هم که متأهله، هر دوتاشون هم میتونن متأهل باشن و این میتونه باعث بشه که دو تا فردی که در تعهد زناشویین وارد رابطه غیر اخلاقی بشن. خب تقصیر خودشون، تقصیر، یعنی خب این مشکل اینه که خب این اگه زندگی زناشویی شما انقدر سسته که شما یه کسی رو به خاطر اینکه لباس یه جور لباس پوشیده باعث بشه که صدمه بزنه بهش، خب همون بهتره که صدمه بخوره. یعنی چی؟ یعنی مشکلاتتون از یه جاهای دیگه است. مشکلاتیه که شما نتونستین اولا تو جامعه زندگی میکنین، یعنی که توی خودتون یاد نگرفتین که چجوری خودتون رو این امیال خودتون یه جوری ارضا بکنین که انقدر تشنه نباشین براش همیشه. هم تقصیر جامعه هست هم تقصیر خودتونه. خب یعنی اگه شما با یه کسی هستین و تا یه چیزی میبینی، من این صداش کم کنم، تا یه چیزی میبینی که باعث میشه که این کس رو ول بکنی، اصلا یعنی چیز خیلی قوی شما رو با هم نگه نداشته. مشکل از اصلا این رابطه، ببین شما باید بریم با یه نفر، وقتی با یه نفر هستین برای چی باهاش هستین؟ آیا این
شریک شما تو زندگیه، یا فقط با یه نفر هستین که میخواین باهاش مثلا حال کنین، اونم فقط با شما هست که میخواد باهاتون حال کنه. اگه با یه نفر هستین که فقط میخواین باهاش تفریح بکنین، خب اگه اون شخص باید بدونه که یه موقع قلبش نشکنه اونه که مثلا شما فکر کنه که شما شریک زندگی همدیگه هستین، ولی نه، تو فقط یه چیز سطحی بوده. اگه چیز سطحی بوده خب اشکال نداره اگه این به هم بخوره، ولی اگه با یک نفر فقط به خاطر امیال جنسی نیست که باهاش هستین، این یک نفر رو شریک جنسی، شریک زندگی خودتون کردین، نه فقط شریک امیال جنسیتون، اگه این انقدر محکم نباشه که تا شما یه چیزی ببینید بخواد این به هم بخوره، خب شما اینو، این یک خونه ای که ساختین روی شن، یعنی این مشکل از یه جای دیگه است. روح یه لحظه. درسته، بله. فقط میدونی چیه؟ من خب صحبت تو رو قبول دارم. یه لحظه به من وقت بده، من یه دقیقه میرم میام. یه لحظه. با بیننده ها صحبت کن، یه لحظه به من. درست. من منتظر میمونم که آرمین بیاد دوباره صحبتم رو ادامه بده. خب بگو، ببخشید. بله بله. من صحبت های تو رو قبول دارم و با تو هم عقیدم. منظورم اینه که این سوالو که من میپرسم برای اینه که مثلا توی ایران که خب تو خیابون وقتی یه نفر میخواد با میل خودش لباس بپوشه دیگه همه میدونن دیگه، مزاحمشون میشن، میگن که خب شما نباید اینطوری لباس بپوشی و باید حجاب داشته باشی. بعد اون کسی که بهش تعرض شده جواب میده که خب این به شما چه ارتباطی داره، و طرف مقابلی که اینجوری مداخله کرده هم در جواب به اون خانم میگه که خب به ما ربط داره به خاطر اینکه شما باعث تحریک مردا میشی. من خواستم بدم یه جواب منطقی استدلالی که بخوایم به این افراد بدیم چی میتونه باشه تو اون لحظه. خب من ببینیم، من نمیدونم چقدر یک نفر رو من نمیخوام تشویق بکنم که این در بستگی به اون شخص داره و اینکه چقدر این شخص بخواد. ببینید من اگه الان اینجا توی جایی نشستم که امنیتم یعنی در ریسک نیست، بعد بیام بگم که این جواب بدین به یه نفر تو خیابون، بعد ممکنه باعث بشه که یه کسی یه برخوردی بکنه که این شخص از لحاظ امنیتی، از لحاظ فیزیکی یه صدمه بزنه، وقت من مسئول این میشم که اومدم یه پیشنهادی دادم. خب من نمیدونم، من چون تو اون شرایط نیستم و تو اون محیط نیستم، نمیدونم میتونم پیشنهاد بدم که اینو بگید اونو بگید. اگه بعد بستگی به اینکه یک نفر خودش چقدر قبول بکنه که چقدر ریسک بکنه، چقدر براش مهم نباشه که چه برخوردی بهش بشه، خیلی بستگی به اون شخص و اون محیط و کسی داره که داره باهاش صحبت میکنه. درسته، یعنی خیلی بستگی داره، ولی یه جواب جوابی که یه نفر میگه که اینا بس تو ایران جوابی که من میدم جواب اگه من بودم یه جواب میدادم جوابی نیست که پیشنهاد بکنم که من اگه کسی بیاد بگه که من تحریک میشم اینجوری میپوشم که میگفتم ای خیلی ممنون، یعنی من انقدر خوشگلم، ممنون، من همچه حرف میزدم، میگفتم ممنون از تعریفتون، یعنی اگه انقدر من بدون روش نمیدونم، من همچه حرف میزدم، ولی خب این فکر نکنم پیشنهاد خوبیه، پیشنهاد خوبی نیست، اصلا پیشنهاد خوبی نیست. من چون خیلی بعضی موقع پررم یه حرفای ممکنه بزنم که اگه بقیه بزنن یه بلای سرش بیاد. من چند بار تو ایران حرفای زدم که من تینیجر بودم که تو ایران چندین بار تو دردسر افتادم سر حرفای زدم. یه بارم دستگیر شدم مثلا. برای که بلد نیستم دهنمو ببندم، ولی اینو من اینو پیشنهاد نمیکنم. تو پیشنهاد چیه؟ تو خودت پیشنهادی نداری که کی چی یه همچی حرفی زدن چی بگین؟ واقعیتش به نظر من اینجور افراد اگه جوابشون رو ندیم خیلی گستاختر میشن، و کسی که خب تصمیم گرفته پوشش بازتر راحت تری داشته باشه، با معیارهای خودش زندگی کنه، چه جواب بده چه نده در معرض این افراده، و فکر میکنم راه بهتر این باشه که یه جورایی شرمنده کنه اون طرف مقابلو که داره دخالت میکنه. بنابراین باید یه استدلال منطقی هم داشته باشه که وقتی طرف مقابل میگه، من فقط به خاطر این سوال کردم، چون وقتی طرف مقابل میگه خب شما داری مردا رو تحریک میکنی، یه جوابی اون لحظه داشته باشه به اون شخص بگه.
من همین جوابایی که میشنوم میدن خیلی جوابای خوبیه. من تو ویدیوهایی که نگاه میکنم همیشه میگم به شما هیچ ربطی نداره، این به شما هیچ ربطی نداره، به نظر من بهترین جوابه. من بیشترین چیزی که میشنوم همینه و به نظرم جواب خوبی هم دارم میدم. به شما هیچ ربطی نداره، اگه دوست نداری نگاه نکن، مسئولیت با شماست، مسئولیت برای من چرب دارم. اگه من باید خودم سانسور کنم برای اینکه چیزی که شما دوست ندارین نبینین. من این جوابا رو خیلی خانم‌ها این جوابا رو میدن، من بهتر از اینم جوابی به نظرم نمیرسه. به شما چه ربطی داره؟ آخه یه موضوع دیگه ای هم هست. آخه خب تو یه جامعه که همه هم حجاب دارن آیا هیچ کسی تحریک نمیشه؟ اینم یه جای سوال دیگه. به هر حال خب مردا قراره تحریک بشن، درسته؟ سر تا پای یه زن رو هم شما چادر بکنی، توی یه چادر سیاه قرار بدی. یه معلم ما جغرافیا داشتیم خیلی خوب میگفت، میگفت به یه جوون اگه بگی روی تپه روی شاخه یه درختی یه چادر مشکی بندازی، با اون تحریک میشه، در حالی که اصلا آدم نیست، فقط حس میکنه که یه خانومیه، با اون تحریک میشه. یعنی شما هر کاری کنی با جنس مخالف یه مرد، خب قطعاً تحریک میشه. مگه حالا تحریک شدم بده؟ من موندم یه چیزی، یه جوری کسایی که ضد اسلامی هستن یه جوری درباره مثلا مردم میگن که مثلا خودتو بپوشون، روسری بپوشون، مرد تحریک میشن. مردم میگن که اینا چقدر آدم حیوانای حشری هستن که تحریک میشن، یه جوری حرف میزنن. این ضد کسایی که طرف ما هستن، انگار مثلا تحریک شدن بده. تحریک شدن که بد نیست، تحریک شدن چیز خوبیه. هم مرد تحریک میشن هم زن تحریک میشن. موضوع اینه که با این چی کار میکنی؟ با این میشه یه رفتار زشت انجام داد، یه رفتار غیر آزارانه انجام داد؟ یعنی افکار رو نمیشه قضاوت کرد، رفتار رو باید قضاوت کرد، نه افکار رو میشه قضاوت کرد. افکاری که روش کنترل نداری، مثلا تحریک و چیزای زیستی رو، مثلا من غذا ببینم گرسنه میشه چیکارش کنم؟ میگن گرسنه نشه. خب گرسنه میبینم داری غذا، بوی غذا میاد گرسنه میشه، من روی اینو که نمیتونم کنترل کنم. خب اینی کسی نباید بیاد بگه این چیز بدیه. آره اینو چیز اینو خیلی دیدم، کسایی که ضد اسلامیان میگن که اینا چقدر بدن، باز موی زن تحریک میشن. خب خوش باله کسی که فقط موی زن کافیه که براش تحریک بشه، این چه مشکلی نداره. مشکل یعنی یکی این، یکی دیگه هم که نمیدونم، من مشکلم هست که جامعه هست، تو جامعه هم قرار داریم که چون سکس و اینجور چیزا انقدر تابو شده، ما اصلا توی ایران که بزرگ میشیم اصلا یاد نمیگیریم که چجوری با کسایی که دوست داریم مثلا باهاشون صحبت کنیم، رفتار کنیم، یعنی چه حرف زدن درست و بلد نیستیم. خیلی از موقع رفتاری که ما مثلا بزرگ که میشیم، رفتاری که انجام میدیم که بخوایم مثلا یه پارتنر پیدا بکنیم، رفتار بدی خواهد بود، برای اینکه اصلا کسی روش درستش رو به ما نشون نداده، برای اینکه اصلا اینا اصلا تو آموزش داده نمیشه به ما، برای اینکه هر رفتاری، هر روشی که برای مثلا پارتنر جنسی پیدا کردن قبل از ازدواج اصلا اشتباهه. چون با این همه را گفتن اشتباهه، ما یاد نمیگیریم. بعدم تا میخوام بیام شروع کنیم، چند بار اول یه کارهای خیلی زشتی میکنیم، بعد از این مدتی یاد میگیریم که چقدر کارمون زشت بوده، بهمون تذکر داده میشه، بعد یاد میگیم که خب این بد بود، این بد بود. تازه چیزی که مثلا بقیه بچهای دیگه تو دنیا مثلا سن 15 16 سالگی یاد میگیرن، ما تا 25 سالگی اینو یاد میگیریم که چقدر این کار بد بود، این کار خوب بود. یعنی عقب میافتیم از بقیه جامعه. برای همین کلی زنها تو جامعه کلی آزار میبینن، برای اینکه باید کلی با مردای رفتار در تماس بشن. تقصیر اونام نیست، تا کسی بهشون یاد نمیده. تو جامعه هم نیستن که مثلا چیز باشه کاملا نرمال باشه که درباره این چیزا با مردم مثلا تو صدا و سیما و توی آموزش پرورش اینا این چیزا رو به پدر مادر و اینا به اینا رو به بچه‌ها یاد بدن. چون کسی به اینا رو به ما یاد نمیده، ما باید آموزش و خطا یاد بگیریم که چه کار درسته چه کار درست نیست. زنها تو جامعه باید کلی بیشتر از ما اذیت و آزار ببینن تا ما یاد بگیریم که حالا کدوم. خیلی هم تا 50 سالگی 60 سالگی هم یاد نمیگیرن. یعنی مشکل این چیزاست. مشکل اصلا مشکل حجاب و غیر حجاب و این چیزا نیست، مشکل آموزشه، مشکل یاد گرفتن روش ارضای این امیال به طوریه که هر دو طرف بتونن از این لذت ببرن. من به یه جمعنی خوبی که از حرفات رسیدم، فکر می‌کنم اینو میشه گفت که
تحریک شدن چیز بدی نیست از دیدگاه تو، درسته؟ نه یعنی تنها بدی، چیز خوبی هم هست. یه موهبته منظورت، درسته؟ یه نه نعمته. همیشه خوبه. نه هم... آره یه... آره بله دقیقه، مثل اینه که مثل بقیه امیالمونه. چجوری؟ ببین من اگه مثلا غذا دوست دارم بخورم، ولی میتونم یه جور بد، میتونم برم غذای ناسالم بخورم، میتونم برم همش کیک بخورم، میتونم برم زیادی بخورم، خب میتونم برم مثلا همش الکل بنوشم، خب این چیز... ولی من میتونم غذای سالم بخورم، لذت هم ببرم. مشکل امیال نیست، مشکل اینه که با این امیال چه کار میکنید. بله، یعنی به چه شکلی اون نیاز رو اتفا کنی، درسته؟ دقیقاً اون نیاز رو برطرف کنی. ممنونم، توضیح خوبی میتونه باشه. مرسی، ممنون. فقط خب. یه چیزی هم من یه سر ته دلم مونده، چون من تو ایرانم. خب خب شما خیلی وقت تو ایران نبودی و میگن که شنیدن کی بود مانند دیدن. اگه میدیدی اینجا چه اتفاقایی داره میفته واقعا عوض شده. یعنی اگر الان امروز یه بلیت اجازه بدن بگیری برگردی ایران باد کاری نداشته باشن، واقعا متعجب میشی از مردم. بهتر چقدر شده یا بدتر شده؟ افتضاح شده. من که بودم افتضاح بود دیگه، چقدر افتضاح تر میتونه بشه؟ نه اصلا خیلی افتضاح تر از اون چیزی که اون موقع شما بودین. مثلا یکی از بستگان ما رفته بود تو خارج کشور تحصیل کرده بود، 5 سال بعد که برگشته بود وحشت کرده بود از مردم تو خیابان. اینطور بگم واقعا به شکل خیلی، مخصوصا تو دبیرستانم که ما درس میخوندیم، این محدودیت هایی که ایجاد کردن، این غیر قابل دست، مخصوصا تو شهرهای کوچیکتر. تو شهرهای کوچیکتر چون یه سری روابط اجتماعی خاصی هم هست، مثلا توی تهران خب خیلی ها یه نفر مشخص رو ممکنه نشناسن، خیلی راحت تر میتونه یه سری رفتارهای برخلاف هنجار انجام بده. اما مثلا توی یه شهر کوچیک یا توی روستا، چون همه همدیگر رو میشناسن، این کاملا باید طبق عرف رفتار کنه. متوجهید که چی میگم؟ بعد چون مجبور مطابق عرف رفتار کنه، بعد الان به خاطر شرایط اقتصادی سن ازدواجم رفته بالا. یعنی مثلا یه جوون توی سن 30 سالگی به طور میانگین ممکنه ازدواج بکنه و این نیاز رو با خودش تا سن 30 سالگی باید حمل بکنه. حالا شما بیا از لحاظ جامعه شناسی بررسی کن ببین چه آسیب هایی داره. همه چی هم که حرامه، از هیچ راهی هم که نمیتونه نیازشو برطرف کنه، تا 30 سالگی باید صبر کنه. خب همچین چیزی امکان نداره که، کاملا دامه میزنه با آسیب های اجتماعی. این واقعا وضعیت افتضاحی، ما داریم اینجا غرق میشیم، خیلی وضعیت خرابی. خب من حالا میرم نفرهای بعدی، بعد دوباره بیا بالا بگو این آسیب ها اگه تونستی دوباره بیا بگو که اینا دقیقا از چه نظر همه چی خراب شده. خب چکرم، مرسی، ممنون.